به هشم نعصه به نسلی اختورا سیوالان مشه مراشا و یه یعقو به هشم در ادامه مطلبی از پاراشای رعه فصل پونزده پاسخ هفت که میفرماید که یه بخوا اویون معخد اخی خواه هرگاه باشد در تو مسکینی از یکی از برادرانت در یکی از دروازه های تو در سرزمین تو که خداوند خالق تو میدهد به تو قلبت را محکم نکن و نبند دستت را و از برادرت که مسکینه اینجا رو برخواهی مقادش میفرمایند که او ایرسه امرو به ارسخا تفسیر دیگری که از به ارسخا اینجا برای ما میفرمایند که پروش افیلو به عرصه حتی در سرزمین ارسق دوشا که مقوم ها اوشر شو مقوم ها اوشر خود اسرائیل یعنی مکان ثروت افل پیکن با وجود این ایماتسه با اویون بازم اونجا فقیر پیدا میشه و تو باید دنبالش بگردی و بهش کمک کنی اینجا میفرماید به عرص خادنی در سرزمین نه تو که در مورد اون سرزمین گفته شده ارس از لو به میسکنو تو خل بالخه یعنی سرزمینی که با فقر درش نان نمیخوری و هیچی اونجا کم نمیاری با وجود این هشم میفرماید که باز هم اونجا مسکین خواهد بود و تو باید دنبالش بگردی و کمکش کنی او درخ رمز و به صورت رمز میفرماید ایرمز لهایر. اشاره میکنه که یک نکته بزرگی رو برای ما تشریح کنه ال به اوما بر یک فردی که ویژگی خاص داره در ملت ما شیلا و نخمومه قویم که به سوی او ما امیدواریم و منتظریم کی بیاد و ما رو نجات بده او ملخ اسرائیل مشخن او ملخ ماشی است او ایویون که اون فقیر خونده شده و قبلا مثال زده شده به فقیر در گفتار خخامیم در سندین 98 روی اول که اینجا پاسق رو خدمتون میگیم آنی و, و روخ ول خمر یعنی فقیری که سوار بر اولاقه جمله ای داریم در زخریای نه پاسق گو نو میفرماید اینه ملکخ یا ولاخ نک پادشاهی تو برای تو میاد صدیقی که اون نجات دهنده است او آنی و روخ الخمر یعنی فقیره و سوار الاغ منظور مرخماشی است که او آشکار میشه برای جامعه اسرائیل حتی اگر جامعه اسرائیل شایستگی اونو نداشته باشن پس اون رو آنی فقیر میخونه و اینجا هم که میفرماید که بخا بیون ادابار ونو لیوت اویون یعنی موضوعی که می آورد او را که فقیر باشه و آمد بخوا و گفته بخوا پیروش بسیبات خو کی او نوتنو و قیسنو زیرا گناهان ما باعث طولانی شدن این اومدن ملخ ماشیه شده بگم رام از همچنین اشاره میکنه در کلمه بخا اویون که او اویونه اویون از لغت تا و خوشقه یعنی مشتاقه و دلش میخواد بانو نسبت به ما مشتاقه که میتوه ما تا یاوه لگاولنو مشتاقه که کی بیاد و ما رو نجات بده و خارج شد و ببین چیزی که گفتن ربوتنو در محصر بیوش را بینلاوی که موقعی که دید ملخ ماشیه رو ازش سوال کرد در مورد ایسرائیلای دنیا یعنی ملخماشی از بیه سوال کرد گفت ایسرائیلای دنیا دارن چه کار میکنن هم ملاری بیه اشروع و بین به ملخماشی هم میفرماید که آنها نشستن و منتظر اومدن تو هستند و موقعی که ملخماشی اش شنید گا خاصید اون خاصید یعنی ملخ فریاد کشید و ناله کرد با گریه زیاد میتشوقاتو لاو لگا از عشقش که میخواد بیاد برای نجات دادن اونها اینجا آراو او را مقادش در مورد که یه بخواه اویون میفرمایند که منظور از اویون که اویون ملخ ماشیه که از اویون از لغت تا ایو میاد یعنی مشتاق به اومدن خود ملخ ماشیه بسیار مشتاق اومدن هست که بیاد ملت اسرائیل رو نجات بده و میفرماید بخوا اویون یعنی اون اویونی که لقب داده شده در پاسخ زخریای نو پاسخ نو آنی و روخه و و اون کسی که فقیر خونده شده که ملخ ماشیه و اویون خونده شده که تا مشتاقه مشتاق به اومدن بخا اویون اون ملخ ماشیه که اویون خونده شده از دو جنبه یکی پاسخ ناوی میفرماد آنی فقیر سوار بر و دومی نکته اویون یعنی مشتاق اومدن از تائب میاد ولی اومدنش چرا تا به تعویق افتاده بخا اویون به خاطر تو به خاطر گنان ما اومدن ملخ ماشیه به تعویق افتاده که در ویدوی گادول رب بنویسیم میخونیم روز کیپور که و ایتوئله و, 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 و یعنی گناهان ما اینها رو باعث شده و تقصیرات ما باعث طولانی شدن گالوت ما شده یعنی اینکه اویون یعنی ملخ ماشیه بخوا اویون به خاطر تو او نیامده اون ملخ ماشیه و تاخیر کرده در حالی که خودش بسیار دلش میخواد بیاد و تائبه و از لغت اویون یعنی مشتاق به آمدنه و ناراحت از اینکه تاالا نیمده ولازه رامز به عمرو به این نکته اشاره داره در گفتنش معخد اخیخا یعنی کسی که ویژه است در برادران تو از درخش پیر شوزال به عمرو به طریقه که توضیح کردن ربوتن در گفتنش کیمت شاخ و اخد هام لغت اخد هام یعنی یک فرد ویژه قوم این جمله است که عوی ملخ به ایسخا میگه چرا گفتی این خواهرته نگفتی یه نفر میاد با او هم خواب میشه یک فردی که اخد خاص ویژه است و اون پادشاه رسانه لومر اخاد امه خاد میخواد بگه اون کسی که ویژه است که اون پادشاه قومه اشاره به خودش میکنه پس لخط اخد اشاره به یک فرد ویژه است پس اینجا که میگه که یه بخواه ویون یعنی هرگاه باشد در تو مسکین یعنی اون مسکین که ملخ ماشیه است. که به خاطر تو تاخیر کرده از اومدن به خاطر گناهان ما میفرماید او کیه اخد اخی کسی که ویژه است خاصه و اون ملخ ماشی است که دلش میخواد بیاد و هنوز نیامده و اون رو به اخت شیاره و بعد میگه در یکی از دروازهای تو که باز به ملخ اشاره داره لعایر الاوه میخواد تذکر بده به ملخ اشاره کنه به اون شه اون شه به سنهدرین یعنی اون ویژه است در سنهدرین چه این کاموهو که مثل او دیان و قاضی نداریم چرا به امرو به شافت به صدق داریم. که اون ملخ ماشیه یا شایا میفرماید که قضاوت میکنند با صداقت بیچارگان رو ولول مرعه نابیش بود او احتیاج به دیدن چشم نداره که بخواد قضاوت کنه لا و هریخو به ایرعت ادونای یعنی او با ترس خدا که در وجودش هست میبوید یعنی توسط بوییدن میتونه بفهمه کی خیابه کی زکایه او پروش شعاره خواه لغت شعاره که گفته به اخت شعارخا خواه شعاره منظور و خمرو به آلتا یویمتو از شعرا و بیاورد یوامش را در شعرا منظور از شعرا اشاره اشعر به بدینه که اینجا میخواد بگه یعنی شعر بدین در واضر بدین که میفرماید به اخت شعرخا یعنی به اخت امیو خاد به شعار به بدین در یکی از ویژه ترین دروازه های تو که در بدین هست و ادامه میده به عرص خواه کی اوراتو که اوراتو و لداتو برس اسرائیل عقیدوشا میفرماید که که حامل شدن و تولد ملخ مسیح در اسرائیل سرزمین مقدس خواهد بود بنابراین تا اینجا ما یاد گرفتیم که این پاسخ در مورد ملخماشیه هم صحبت میکنه که اویون اشاره به ملخ ماشیه است بخواه یعنی به خاطر تو تا دیر کرده اون کسی که فقیر خونده شده با اون کسی که بسیار مشتاقه به اومدن و معقد اخیخا یعنی اون فردی که ویژه است در برادران تو که اون ملخ ماشی است و همینطور به آخرش شهاره خواهد در یکی از دروازهای تو که کسی که خاص و ویجش در قاضیان و در سنهدین که اون ملخ ماشی است که با بویدن به همین راحتی میتونه بگه کی خیابه و کی زکایه و او در ارساق دوشاه حامله میشه مادرش و تولدش هم در ارساق دوشاه خواهد بود و ادامه میفرماید که او ایرسه الزه هدرخ و چیز دیگری که میخواد به ما بگه اینه که اویون به اخد شارخا التی از یکی از برادران تو در یکی از دروازه تو بر طبق سخنان خخامیم که گفتن در سفر زوار به زل شنام و این لفظشونه ای خدا قیلا اگه یک جماعت او خدا کنیشتا یک کنیسا تشروا کنن و برگردن این هم براخره در اومدن ماشیه میاد آت به بنداوید بازم بنداوید خواهد اومد تا اینجا اومد تا اویون او تا به دابارزه و منظور از اویون کسی که خودش مشتاقه به اومدن و نجات دادن جامعه اسرائیل چه او به اخت شعاره یعنی اون مشتاق تا در یکی از دروازه های تو در یکی از کنیس های تو اونها برگردن این هم موثر چیز که این کفایت میکنه که تکمیل کنه رو لاوو برینا که بیاد با شادی برای نجات جامعه اسرائیل و رو به عرصه خواب. و گفته در سرزمین تو هیر ماغم تعواتو اشاره به اون محل حوث ملخ که دوست داره بیاد اونجا ایر سقه دوشا اون سرزمین مقدسی که خداوند خالقون تو نوتن لاخ میده به تو چه او تایو که اون مشتاق کی به صلاح به خاطر آورده شود اون یروشالایم هایر هیونا اون شهری که یونا خونده شده خمدت علی بود اون که دوست داشتنی و آرزو بردنی است. برای دلها که در شیر یه یوناتی تماتی که اشاره به ارسقی دوشان میکنه امیدواریم مشه موفق کنه حتی تو ترما رو ببینین به تمیق داشت آمین که نیراسون